برشم وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز سه‌شنبه است، 27 از ماه مارس سال 2012. در روزهای سه‌شنبه مثل امروز از ساعت 8 و نیم، البته به نهایت 5-6 دقیقه در خدمت شما هستیم و در باب جنگ دوم صحبت میکنیم. منتها در واقع به خاطر چیزهای مهمتر معمولا این عرض کنم که به عقب میفتد مرتب. حالا امشب ببینیم چه میکنیم. امشب من خدمت شما دیوان حافظ آوردم بخوانم، تصحیح مرحوم استاد دکتر خانلری، که بعد از تصحیح خیلی خیلی شایسته مرحوم قزوینی گویا یک نسخه قدیمتری پیدا کردند و تصحیح کردند. خود مخلص همون تصحیح قزوینی رو بیشتر دوست دارم، اما کار استاد خانلری هم البته حتما عالی است. بعد نگاه کردم دیدم یه دست نوشته من اینجا تون نویسی کردم، یک قطعه از سعدی بزرگ است در باب یک آخوند که میره بر خربزه بخرد. برای شما میخوانم. سعدی دینشناس، جامعه شناس، فرهنگ شناس، ادیب، نویسنده بزرگ. عرض کردم کسی جامعیت سعدی رو در این ادبیات نداشته. عرض شد که حالا من میخوانم خدمتتون. در مباعظش هست روانشناسی آخوند میکرد، میخواد ثابت بکند که آخوند داره هیچ دینی نیست، به هیچی اعتقاد ندارد. اگر به منفعت او باشد هیچ چیزی حرام نیست. میخونم خدمتتون. میره خربوزه بخره پیش دشتوانی، دشتوان نوشته سعدی، دشتوان همون دشتوان. می خربوزه داری آقا؟ جواب میده، میگه شنیدم که فقیهی، یعنی یک آخوندی، به دشتوانی گفت که هیچ خربوزه داری رسیده؟ گفت آری. از این طرف دو به دانگی گر اختیار کنی، و از اون چهار به دانگی قیاس کن باری. رفتید خربوزه‌هاشو دو قسمت کرده، یک قسمت گذاشته این طرف، یک قسمت گذاشته اون طرف. اون دشتوان میگوید این خربوزه که اینجا هست هر دوتاش فرض کنین یک دلار هست، دانگ اینجا واحد پول بوده حتما. از اون طرف اگه بخوایی چهارتاش یه دانگ هست، یعنی اون قیمتش نصفه اون خربوزه ها. از این طرف دو به دانگی گر اختیار کنی، و از اون چهار به دانگی قیاس کن باری. سوال کرد که چندین تفاوت از پی چیز، که فرق نیست میان دو جنس بسیاری. گوه آقا جریان چیه این؟ قیمت ها چقدر متفاوته، در حالی که خربوزه ها شکل همه فرقی نداره، چرا این ارزونتر اون گرونتر؟ چه میگه؟ بگفت از این که تو بینی حلال ملک من است، نیامده است به دستم به وجه آزاری، و از آن دیگر پسرانم به غارت آوردن، حرام را نبود با حلال مقداری. گفت اینا که میدهمش دوتاش یک دلار یک دانگ، این حلال ملک خودمه، خودم عمل بود، اونا رو پسرانم غارت کردن، بنابراین اونا ارزو تر میدن، چون مال دزدیه، مال حرامه، به حرام با حلال بسرد. حالا این آخوند چه گفته؟ فقیه گفت حکایت دراز خواهی کرد، از این حرام ترد نیست صد به دیناری. گویا حرف نزن، به من خربوزه حرامیش مهم نیست، حرامتر از اینم داری که 100 تا به من بدی به یه دینار؟ یعنی اگر با غارت فرض بفرمایید 4 تا شده یه دانگ، باعثی با آدم کشی و جنایت و هر عمل حرام بوده باشد تا 100 تاش بشود به یه دینار. گفت من این حرفا حالی می صحبت زیاد نکن، من آخوندم، از این حرامتر نداری به من بدی 100 تاشو به من بدی دینار. یه بار دیگه شعر از اول تا آخر میخونم خدمت. شنیدم که فقیهی به دشتوانی گفت که هیچ خربوزه داری رسیده؟ گفت آری. از این طرف دو به دانگی گر اختیار کنی، و از اون چهار به دانگی قیاس کن باری. سوال کرد که چندین تفاوت از پی چیز، که فرق نیست میان دو جنس بسیاری. بگفت از این که تو بینی حلال ملک من است، نیامده است به دستم به وجه آزاری،
و از اون دیگر پسرانم به غارت آوردن، حرام را نبود با حلال مقداری. فقیه گفت حکایت دراز خواهی کرد، از این حرامترت هست، از این حرامترت هست صد به دیناری. عرض شود که اینم از این. روز یک شنبه باران شدیدی می آمد و عرض کنم که در این باران شدید من گمان نمی کردم کسی از منزل بیرون بیاد. رفتم دیدم همه دوستان اونجا هستن، همواره دوستان در واقع ما رو متعجب میکنن از محبت خودشان. بسیار شگفت‌انگیز بود که همه دوستان بودن در این جلسه ای که پایان هر ماه در المپیک کلکشن داریم در باب شاهنامه صحبت میکنیم. از همه دوستانی که تشریف آوردن بسیار بسیار سپاسگزارم. از جناب فرحی عزیزم که آمدن و سخن گفتن، بعد یک مقاله‌ای بود نوشتن در این مجله جوانان، هم بسیار سپاسگزار هستم. همچنین از دوستانی که زحمت میکشن برای برگزاری این جلسات. این هم مطلبی بود که گفتم خدمتتون عرض کنم. آقای احمدی نژاد گفته است که فردوسی دین رسول الله را نگهداری کرد و وقتی که دید که از در بنی امیه و بنی عباس کاری برای علم نمی کنن و استعدادها رو سرکوب می کنن خودش دست بکشت. حالا ما در هر مملکتی که یک کسی به ریاستی می رسه چند تا مشاور فرهنگی، چند تا تاریخدان، آقا دو نفر آدم هایی که مطلع هستن، این آقا دهنش باز میکنه حرف میزنه. هر حجمی رو نبایستی بگه، هر گزارش غلطی رو نبایستی. اولا چه ربطی داره فردوسی که دین رسول نگه داره پدر جان؟ دومی که این چه سخن باطلی است که اینها استعدادها رو نمیدونم سرکوب میکردن و نشده. اینها پیداست کاملا این مرد بیخبره، کاملا بیخبر و نادان به اموره. در واقع گسترش معرفت بین مسلمین از روزگار ابو جعفر منصور شروع شده. اینها مردمان بسیار روشنی بودند. از جالب بگذاریم اینها درس کنم که به خاطر در واقع مساله سیاسیشون کارها کردن، اما اینها در باب فرهنگ اینها کسانی بودند که دارالحکمه ها ساختن، مراکز ترجمه ساختن، تشویق کردن مترجمان ایرانی که در حوزه همین اهواز و جندی شاپور و اینها بودن، اینها رو از یونانی از زبانهای دیگر ترجمه کردن، بین مسلمانان شایع کردن. این در واقع گسترشی که در معرفت پیدا آمد بعد از اون گسترش علم یونانی در منطقه خاورمیانه، به خصوص در ایران به ویژه در خراسان، بر اثر کوشش های عباسیان بود. در واقع در اواخر بنی امیه شروع شده بود. اگه این دوست محترم اگر که شاهنامه خوانده بود میدید که فردوسی در تعظیم و تکریم مأمون چه سخن والایی فرموده است. میگوید که چو مأمون جهان روشن و تازه کرد، خور روز بر دیگر اندازه کرد. اینا کسانی بودند که عرض کنند که از موسیقی گرفته تا نجوم و ریاضی و اینا همه تشویق میکردن، بودجه ها میگذاشتن. ترجمه های اینها بود که به خراسان رسید، به دست ابن سینا رسید و ترجمه های بقراط به دست رازی رسید و عرض کنم بقیه فیلسوفان یونان که در واقع یک جنبشی شد. چه ربطی داره؟ یک کسی نیست به این آقا چیزی بگه. آقا شما میدی اونجا جلو میکروفون میستی سخنان لاتائل باری. اینها اساسا وضعیتشان چنین است، وقتی که به تنگنا میفتن میشستن به قضایای ملی، اما مردم از اینا به طور کل فاصله گرفتن. یعنی به وجهی که بیشتر کسانی که برنا کار میکنن معابدین عراقی هستن. یا کنیم به این برادران نمیدونم لاریجانی، بسیار این معابدین عراقی و اینها، این جنایتکار رو از این پست به اون پست، اون جنایتکار از اون پست به این پست، به وجهی که شما این شکافی که بین مردم ایران و این حکومت آخوندی هست رو به وضوح میتوانید ببینید در رفتار و کردارشون، در عرض کنم تقسیم مشاغل. اینا مردم به کل از اینا رویگردان شده. میگوید که عباسیان نمیدونم استعدادها رو چه میکردن، فردوسی اومده دین رسول الله نگهداری کرد.
اگر اندک اطلاعی داشت این آدم از این ماجرا، فردوسی در اندیشه نگهدار دین رسول الله نبود پدر جان. اینا که دین رسول الله رو آوردن به ایران که یک مش دزد بی انصاف چاق و کش بودن، اینا غارت میکردن این مملکت رو، اینها سرکوب کردن ایرانیان رو، اینا وطن دوستان ایران رو کشتن، همه خزائن ایران رو غارت کردن به مدینه بردن، بعد میبردن به کوفه، بعد میبردن به دمشق، بعد میبردن به بغداد. اینا انبارهایی بوده که ثروت مردم ایران اونجا میبردن. داستان مشهوری که بین هارون اتفاق افتاده است و خالد برمکی، در روزگاری که یک کسی رو فرستاده بود به خراسان و پیش از آن یکی از پسران برمکی رو فرستاده بود اونجا و چیزی نفرستاده بود براش به وجهی که باید، گفتند که هدایای خراسان آمده، هارون هم آمده نشسته، و شروع کردن به در واقع گذرانیدن این هدایا. چند صد اسب زرین لگام، نمیدونم غلامان زرین کمر، طلاهای آنچنان، اسباب سیمین و هزاران چیز دیگر که اینها تکبیر میکردن از عظمت این چیزهایی که غارت کرده بودن فرستاده بودن. و بعد هارون برگشته به برمکی میگوید کجا بودن اینها در روزگار پسر تو در خراسان؟ برمکی هم میگوید قربان، اینها در منازل صاحبان شرعی خودشان، صاحبان درست خودشان بودن، این از منازل آمده. یعنی چی؟ یعنی اموال دزدی. که هارون بسیار برآشفته، و وقتی که این برمکی برگشته، خالد یا یحیی یکی از این دو بود فکر کنم خالد بود، برگشته شایدم یحیی برگشته منزل، پسر گفت این چه سخن خطرناکی بود تو گفتی؟ پدر گفت ما مجبور هستیم حقیقت رو بگیم، حالا دیگه هرچی بشه باید بشه. اینا اموال دزدی مردم خراسان در منزل صاحبان اصلیشون بوده، صاحبان مشروع، و این مرد دفته اونجا سرقت میکنه میفرسته اینجا بده. اینا یک نمونه است از اینکه اینا چه میزان برای چند صد سال ایرانیان رو غارت میکرد. و در روزگار همین سامانیان هست که این اندیشه در واقع زنده کردن اساطیر ملی ایرانیان بین بزرگان ایران زمین به ویژه در خراسان پیدا شده، و این یک جنبش ملی بوده، در رویارویی با این حمله بوده برای نگه داشتن دین رسول الله. اینا دروغ هاییست که از بام تا شام اینها آدم های بی سواد و واقعا بی اطلاع برای مردم گوش نمی کنن، چون می دونن که این دولت بر روی هم یک کارخانه دروغیست، از بام تا شام سری سازی دروغ می کنن. هیچ دولت ما دروغ تر از این دولت نمی شناسه. این یک موضوع بود. موضوع دیگر این که این مصاحبه‌ای که ما کردیم با برنامه افق، استقبالی که شده است بی‌نظیر بوده. دلیل هم دارد. دلیل هم این هست که برای اولین بار در 1400 و اندی تاریخ اسلام در این سطح یک بی‌عمامه مثل من نشسته با یک مرد محترم معممی اونجا و یک نقدی کرده است از احکام اسلام. چنین چیزی سابقه نداشته، من نمیدانم که بوده چنین چیزی، و در این ساعت بیننده داشته باشه و مردم ببینن، چون هر کسی هر سخنی گفت او رو کشتن. در همین روزگار هارون که در واقع عرض کنم این مرد گسترش معرفت میکرد، هارون الرشید و پسرش مأمون، وقتی که به روزگار متوکل رسیده چه مایه، طبری میگوید چه تعداد حکما و شعرا و متفکران بودند که اینها را آوردن به جرم، عرض میکنم که با لیبل و در واقع مارک زندیق کشتن. هر کس کوچکترین سخنی گفت در باب این احکام اسلامی او رو کشتن. از عبدالله ابن مقفع تا احمد کسروی، اولین سخن رو نگفته تکفیر شروع میشه، بعد هم یه بردن میکشن. کسی جرأت، به خاطر همین است که این روی هم انبار شده
به صورت یک چیز قدیمی بیمزه خنک جامده این احکام اسلام. اونچنان تاریخ مصرفش تمام شده است و عجیب هست اجرای این احکام که دنیا به حیرت فرو رفته. شما تجسم کنید صحنه سنگسار رو، تجسم بفرمایید در مقابل چشم جهان، یه زن بیچاره رو تا کمر کردن به زیر خاک، یک عده از عجامر و اوباش نادانان جاهل جمع آوری کردن، یک کامیون سنگ هم ریختن سنگ بزن سر این، یعنی احکام اسلامی است، اینا از چیز آمده، اینا از آسمان آمده، کسی جرأت نکرده. دو تن ما داریم، دو تن، ابن راوندی و محمد ابن زکریای رازی، بقیه هم نقد کردن، عرض کنم که به زبان مخصوص با ابهامات و ایهامات و اینها، همین سخن سعدی سخن کمی نبود. یا حافظ که از ابتدا تا انتها نقد همین هاست، اما نه به وضو، نه به وضو. یک بار گفته بود که گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. مشهور است که به وحشت افتاد حافظ از تهدیدی که شد که تو رو میکشن، این چه سخنی است گفتی، شما منکر روز قیامت و اینا شدی. رفت پیش یک نمیدونم قاضی القضاتی اونجا از همین شیخهای کهنسال، گفت برو این رو نقل قول کن، چون منتشر شده شعر تو و تو عرض کنم که تکفیر میشه و حتما میکشن. بعد آمده یه قاله اضافه کرده، یعنی گفت، چون وقتی قاله رو اضافه میکنید میگن نقل کفر، کفر نیست. این حدیث هم چه خوش آمد که سهرگه میگفت بر در میکده ای نمیدونم با دف و نی فلان گر مسلمانی، یعنی اون میگفت گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای که از پس امروز به فردایی. یا چیزی از نقل، یا منصور حلاج، منصور حلاج مگه چه گفته بود؟ واقعا مشهورترین شهدای بیان منصور حلاج، عین القضات همدانی، سهروردی، شیخ مقتول سهروردی، اینا از مشاهیر کشتگان بیان هستند. حالا دست آخوندها به زکریا رازی نرسید، چون اینا در یه محیط ایرانی کار میکردن، همون دیلمیان و اینا، هم اون روزگار روزگار تعصب هنوز نبود، این مدارس آخوندی و طلبگی و اینا هنوز به جای نرسه بود کارش. اینا رو ترکان آوردن، وقتی ترکان آمدن از آسیای میانه، اینها کاسه از آشتاختر می شدن، کارها کردن در ارتباط با همین دین و اینها. روزگار دین زدگی ایران نه از روزگار عرب بلکه از روزگار ترکان شدن. ترکان که عرض میکنم همین تنگ چشمان زرتوست آسیای مرکزی. این داستان فقه عرض کردم در اون مصاحبه، حالا چون این عرض کنم که حجت الاسلام و المسلمین، این آقای اشکبری یک مقاله گذاشته است قرآن سوزی دوم، یعنی صحبت ما در اون مجلس که شما دیدین اسمش گذاشته از قرآن سوزی دوم. من تعجب میکنم از این آقایان، چرا اینا دل اینا به حال مردم چرا نمیسوزه؟ چگونه است که دل اینا برای مردم نمیسوزه؟ چگونه است که اینا جستجوگر عدالت نیستن؟ آقا عثمان یک روزی به نام مصلحت مسلمین قرآن سوزان، مگه نسوزان که صدا شر نیامد؟ چرا؟ به جهت اینکه به خاطر مصلحت مسلمانان قرآن رو سوزان، یک کوهی از قرآن جمع کرد و عثمان آتش زد به اینا. خوب اختلاف میاد، چگونه است که به خاطر مصلحت ایرانیان این آقایان یک نقدی نمی کنن؟ آقا این سنگسار کردن و دست بریدن و قصاص اینا وحشیانه است. آدم که این کارها رو نمی کنه، بخشی از اینها در واقع برخواسته از ذهن حمورابی است. حمورابی نمیدونم 2000 سال پیش از میلاد، لوحش هست در پاریس، لوحش چشم مقابل چشم، دست مقابل دست، نمیدونم چی،
که همون لوحه منشأ تعلیمات تورات و قرآن، قرآن هم از تورات گرفت. چگونه است که این آقایان اندکی حس عدالت خواهی ندارن؟ اون آقای سروش، آقا اینها باید یه کاری بکنن، یک لوتری از توی اینها باید بیرون بیاد. گفته است که بعضی ها از فضای خارج سوء استفاده میکنن، در باب اسلام صحبت میکنن. اینا چگونه میخوان برگردن؟ اینا تو روی مردم نگاه کنن. شما چگونه میخوان تو روی مردم نگاه کنن؟ یکی از این آقایون معمم یا درس دین خونده پیدا نمیشود که بگذرد از این مناسبات مریضش با اون رفقای سابقش و این حلقه نمیدونم اصلاح طلبی یا غیره، بیاد سخن بگه، نقد کنه. آقا نقد، چرا دل اینا برای مردم نمیسوزه؟ چرا دل اینا برای عدالت نمیسوزه؟ وظیفه ایناست. آخه این چه حکمی است؟ مگر میشود این فقهی که 1500 سال پیش 1400 سال پیش جمع و جور شده، مبتنی بر یک مش عرض میکنم سخنان بیابانی رو معیار کرد و قانون اساسی نمش اینا رو اجرا کرد، امروز آقا در 15 نفر رو کشته؟ خب بیان پول میدم به چیز میدم آقا بیان. تناب رو از گردن یارو برداریم. آقا این چه کار وحشیانه ایست؟ من قاتل مگه که فقط با گذشت شاکی خصوصی باید آزاد بشه؟ این قاتل صدمه ای که جامعه دیده چگونه است؟ میگفتن مدعی العموم. آقا در روزگار قدیم یک قانون جزای ایران در همون روزگار شاه، اون قوانینی که بود که مرحوم داور و دیگران چندین ده سال زحمت کشیدن این جریانات پوسیده رو کنار زدن، فقط در دست اینها ارث و طلاق و این چیزا گذاشتن، به خاطر عقب افتادگی اینها بود. آقا یک جرائمی با گذشت شاکی خصوصی میشد ازش رها شد، بعضی جرائم عمومی نمیشد. چاقو کشی رو با گذشت شاکی خصوصی نمیگذشت دولت، مدعی العموم نمیگذشت، حتی متلک گفتن این جرم عمومی بود. شما برو صندلی رو از زیر پای این بکش، این رو اعدام کن. یه اون میبینی که سکینه سلطان میاد صندلی رو میکشه، مثلا آقای فلانی رو اعدام. این عدالت، این قانون، مثلا این یه چیز خیلی خوبیه به نظر شما؟ ماشاءالله تو اسید سولفوری که سرده، تو تیزاب سلطانی هم یه حل نمیشه، هیچ تغییری درش نیست. دلیلم داره، در واقع یک دلیل فلسفی داره. شما اگه نگاه کنید به همین صحبتهای اون مرد بسیار محترمی که در مصاحبه بود، با یک نوع تحقیر از تورات صحبت میکرد و انجیل. یعنی اینا حالا چیزی نبودن، اینا قدم‌های نخستین بودن برای اینکه یک چیز خیلی کاملی، جامع‌ترین و بهترین و بالاترین و کامل‌ترین و سعادت بشر و فلان اسلام باشد. کدوم سعادت؟ شما جامعه سعادت من به من نشون بدیم ببینم کدوم سعادت، سعادتش در چه چیزی بوده؟ بله اون گروه‌های نخستین تا دو قرن سعادتمند بودن، چون می‌رفتن غارت. بقیهش که گدایی و بدبختی و فقر و بیچارگی بوده و هست امروز. هم حواله میدن ما رو به 1 میلیارد و فلان. آقا یه عدد که جواب استدلال نیست که پدر جان. یک روزی هم تمام دنیا گمان میکردن پشکل ماچه اولاغ دود کنی برای تا اون خوب است. یا همه دنیا فکر میکردن که بابا این خورشید دور این زمین داره میچرخه، همه دنیا. اینا هم که تعدادشون معلوم است که اصلا مسلمانان بیچاره بدبخت واقعا مفلوک، اونجا که رودخانه هست و آب و غذا هست تعدادشون زیاد شده، مثل اندونزی و هندوستان و بنگلادش و اینا. 700-800 میلیونش همون بیچاره های اون منطقه هن. هی نگید 1 میلیارد 1 میلیارد، فکری بکنیم به حال این بدبختی و بیچارگی. مغلطه عدد، تشبث به عدد. در هندوستان حداقل 700-800 میلیون نفر هستن که فکر میکنن که این رودخانه گنگ از کله لورد شیوا داره میاد پایین.
بابا میری میبینی نه بابا جان، این برفای هیمالیاست، از هیمالیا یک رشته کوه خیلی بلندی است، ده ها رودخانه از سرچشمه خیلی بلند، برف زیاد داره. کله لورچی با حواله به عدد میدن. خب این 1 میلیارد و فلان، پدر بیا برو ببینم اینا چند تا دانشگاه، یکه 90% هم که بی سواد هست، جمعاً برابر آمار همه مسلمین جهان 600 تا دانشگاه دارن، در حالی که همون 1 میلیارد اندی هندی 7000 دانشگاه و مؤسسه عالی آموزشی داره. یه میلیارد میکنه. صحت یک ادعا رو با تعداد میخوان به اثبات برسون. بیشتر از 90% بی سواد. در ثانی بیچارم که مثل بنده و شما و بقیه، این که ما نرفتیم حالا تحقیق کنیم، دین بپذیریم که پدران ما مسلمان بودن، ما مسلمان به دنیا اومد، غذا هم بوده، خوردن، تولید مثل کرد. حالا همچین چیزی نیست تعداد که بخواد یک ادعا رو به اثبات برسونه. که این چه سخن پرت واقعا بیرون از منطقی است. پیدا خدمت شما عرض کردم یکی دوبار که آقای آلبرت اینشتاین، فیزیکدان معروف آلمانی، اون تئوریش که اون آورد دو بخش داره تئوریش. بخش اولش جاذبه نیست، بخش دومش هم جاذبه رو آورده و روی هم رفته، عرض کنم که به کمال بسونده. قبول نمی کردن، می خندیدن بهش، می گفتن یه یهودی پیدا شد می خواهد ما رو گیج کن، چون وسیله هم برای اثباتش نبود، چون سخنانی که اون می گفت در دنیای متعارف نیست، در سرعتهای خیلی بالاست و اینا، اجرام خیلی بزرگ یه حرف. آمده بود در همین هایر استادیز، همین نیوجرسی، اینجا میزی گرفته بود و تحقیق میکردم اینا. رئیسش آمده یه روز میگوید که آقای اینشتین 100 تا فیزیکدان علیه شما در رد صحبت و تئوری شما صحبت کردن. آقا چرا زحمت کشیدن؟ یه نفر میگفت کافی بود، لازم نبود 100 نفر زحمت بکشن. تا زمانی که یک کسوف شد، یک کسوف شد، حالا برای من نمیخوام وارد موضوع بشم، یک کسوف شد، ایشون گفته بود این ستاره که ما بالای خورشید اینجا میبینیم اینجا نیست، پشت خورشیده، ما چون نور مستقیم میبینیم نور خم میشه و چون ما مستقیم میبینیم بالا میبینیم. یک منجم خیلی خیلی معروف انگلیسی با دو تیم تشکیل دادن، یکیش رفت آفریقا، یکیش هم رفتن امریکای جنوبی، اونجا که دیگه خسوف کاملا کامل بود. مشهورترین، یکی از مشهورترین تلگراف های قرن بیستم همین تلگراف بوده که درست میگه، اون چیزی که ایشون گفته درست گفته. وقتی خسوف شد این ستاره پیدا نیست، پیداست اون پشته. حالا بمانه حقیقت که دیگه با عدد چیز نیست که عزیز من، که این فقه اسلامی در عرض شود که دو قرن اول این در واقع قوام یافت که اینا چهار مکتب فقهی است، که چهار تا اهل تسنن هست، چهار مکتب تسنن هست، یکیش هم که دیگه شیعیان عزیز، مذهب جعفری، فقه جعفری، اینها در اصول یکی هستن در این که کتاب خدا و سنت رسول، اینها اعمال صحابه، اجماع، قیاس، بعد استحسان هم هست، نمیدونم عقل هم مثلا شیعه. ولی خنددار این است که شیعه عقل رو وارد چیزش کرده. خنددار واقعا. شیعه میگوید عقل خیلی مهم است. کدوم عقل؟ چه عقلی؟ ما عقل نمیبینیم که در شیعه. کسی که میگوید یه نفر رفته توی چاه میاد بار نجات میده، این عقل داره که حالا بخواد بگه فقهش عقل داشته باشه؟
و بعد چون تصور بر این بود که این جامع ترین و کامل ترین و برترین و اصلا از این هیچ نقصی درش نیست و این خداوند دیگه کامل کرده، الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه از این کامل تر نیست، نمیشه بهش دست داد. چون آدم کامل جامع که جستجوگر کمال نیست که، همه چیز کامله دیگه، کامل که اون طرف تر چیزی نمیبینه که. عریضه فرمد یک موسیقی بشنویم. گفتم که یک چیزی از استاد بیرجخانی پیدا کنم، استاد بزرگ بیرجخانی تبریزی، و میشنویم برمیگردیم خدمت شما. بر شما این هنرمند بی نظیری که ملاحظه فرمودین، استاد بیرجخانی از تبریز، خدمت شما عرض کنم سال 1970 فرستادم تبریز، یک رادیو گوش میکردم، عجب صدای سازی که من نشنیدم، زنگ زدم رادیو تبریز، آقا این چی بود؟ سکسایی که گفتن آقای بیرجخانی. و گشتیم این سو اون سو، در به در این استاد رو در یک قهوه خانه سر چهارراه شهناز نزدیک پاساژ پیدا کردیم. این مرد هنرمند بزرگ که سر تا پاش رو باید زر می گرفتن اونجا می نشست، بعد ایشون رو می بردن برای عروسی ها و اینا، یک شب هم در مراغه خدمتشون بودیم. بعد کشف کردن اون هنرمندان تهرانی و در این جشن هنر که با آقای فرنام، آقای علیزاده گفتن وقتی برنامه استاد بیرجخانی و اون یکی استاد اجرا شد که با دف همراه میکرد، ما به تهران نرسیده بودیم که در تمام ایران این دوتن مشهور شده بود. بعد یک ضبطی هم با آقای شجریان کردم به نام بیداد محروف شد فکر کنم شعر حافظ، بله این افشاری که میزدن همون در واقع آشناس به اون چیز ما از رادیو روز اول شنیدن. خب برگردیم به سر این داستان فقه. بله عرض میکردم که این عرض شود که گفتن که منشأ اصلی قرآن، و بعد عرض شود که کم آوردن همون اعمال حضرت رسول و صحابه و اینها چیز کردن و اجماع و قیاس و اینها، که این در واقع برخورد کرده بودن به این تمدن‌های بزرگ مثل ایران و خیلی پیچیده‌تر بود این مناسبات. خب مناسباتی نبود که در عربستان یک مش بیچاره بیابونگرد بودن، زندگیشون فقط با یک شتر احتمال تا گوسفند می‌گذشت و اینها، مثلا در باب ساختمان سازی یا هزاران عنصر دیگری که در این مدنیت بود نبود. اینا حالا آمدن این روبرا کردن و گفتن چون جامع‌ترین و کامل‌ترین و بهترین برای سعادت انسان آمده و این دیگه ختم شده، اینا چون کمال رو در خود میدیدن دیگه جستجوگر کمال نبوده که این نقصی هم داره میشه کاریش کرد، میشه بعضی جاش اصلاح کرد. آیا این درسته که یک کسی یکی رو کور میکنه چاقو بدیم این آقا رو کور کنه؟ این مال حمورابی بوده، مال 2000 سال پیش از میلاد، همینجور دست نخورده باقی ماند و ماند و ماند و ماند و ماند و ماند تا امروز، که امروز همون احکام رو همون داستان رو آوردن تحمیل کردن به ملت، شلاق زده. این وظیفه آدمای مثل همین آقای اشکوری، همین آقایونی که مؤمن بودن یا هستن، یه لوتری بین اینا عرض کردن پیدا نمیشه، بگه آقا با اینها نمیشه جامعه رو اداره کرد. برای نجات اسلام هم که شده از دست فیضیه، این آقایون باید سعی کنن اسلام رو از دست فیضیه نجات بدن. اگه میخوان این محترم باقی بماند، باید از دست آخوندهای فیضیه بیاد بیرون. یک لوتری پیدا شد در نمیدونم چند قرن پیش آلمانی، خودش کشیش بود، آمد با آقا این چه داستان مسخره است در آوردیم که هیچ کس نمیتواند این کتاب مقدس را بخواند مجز ما آخوندها، ما باید بخوانیم به شما بگیم. با آقا همچی چیز نیست، هر کسی میتونه کتاب به هر وجهی که میخواد بخواند و به هر وجهی که میخواد تفسیر کند. آخوند هم واسطه نیست بین انسان و خدا، انسان با خودش با خدا رابطهش مستقیم. هزار چیز دیگه هم البته شاهزادگان آلمانی هم پشتیبانیش کردن و یه گشایشی شد. اینا به عوض این که در اندیشه مردم و در اندیشه عدالت و در اندیشه نجات پیدا نشستن ببینن کیه نقد کوچیک میکنه بپرن تکفیر کن، حرف ایشون اینو تکفیر در واقع قرآن سوزی دوم. آقا چه قرآن سوزی؟ مگه مطالبی که ما گفتیم اشتباه بود؟ مگه چیز اشتباهی شما شنیدید؟
حالا میفرمایند موضوع چیز دیگری بود. آقا بنده رو نبرد دعوت نکردن اونجا که در اون باب صحبت کنم. سو در واقع مجری سوالی از من کرد که جوابش آنی بود که من گفتم. قانون اساسی مملکتی که آقا مصر سالها پیش این رو قدغن کردن، اصلا فقه قدغن شد در مصر. آقا نمیدونم این دولت جدید چیکار داره میکنه، میگیرن آدم ها رو. در ترکیه اگر میخواید اسلام محترم بماند در جامعه، بایستی که یک چیزی آقا، یک اصلاحی، یک چیزی، یه حیثیتی نمونده که، یعنی اسلام، این اسلام تاریخی دشمنی بزرگتر از این آخوندها و این قانون اساسی که ازش تراشیدن نداشته به نظر من. تا کی قراره که این داستان به این وجه باقی بمونه؟ آخه قانونی نداره اسلام که، عزیز من که. اگر جامع ترین و کامل ترینه، پس چرا نصفش نیست؟ پس چرا قوانین رانندگی و راهنمایی و مربوط به نمیدونم فضا و نمیدونم قوانین و مقررات مربوط به هواپیما و خرید و فروش و نمیدونم گمرکات و هزار یک چیز دیگر ندارین؟ خب جامع ترین و کامل ترین، یه گفتن جامع ترین و کامل ترین سعادت بشری شد. کدوم سعادت بشری آخه؟ شما یه جامعه سعادتمند مسلمان به من نشان بدین تا من قبول کنم، یا اساسا در تاریخ نشان بدین. این وظیفه این آقایان هست در واقع، اما از ترس متاسفانه یا مصلحت میبینن آمدن در مغرب زمین از اینها پذیرایی میکنن، نمیدونم اینجا اونجا میبرن، از کنم حقوق به این آقایون میدن، مسند تدریس براشون درست میکنن، یک ذره چیز یاد نمیگیرن که آقا بابا این ببینیم به چه دلیل این مملکت 200 ساله به اینجا رسیده، اروپا چنین شده، ولی ما همونیم که هستیم، هی جامع ترین و کامل ترینیم. پس کو دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است. گفت شکست والتر از من میان مرغان نیست. دلم خوش هست که نامم کبوتر حرم است. که نمیشه با ادعا که جوابی نیست، اساسا جوابی نیست. تا حالا کسی جرأت نکرده که سوال کنه. وقتی هم سوال کنی جوابی نیست، چون جوابی نیست سوال نکرده تکبیر میکنم. موارد شرم‌آور هست آقا در این فقه، شرم‌آور، یعنی توهین به انسانیت. اگر یک شخص زرتشتی 12 تا بچه داشته باشه، ثروتی هم داشته باشه، یکی از اینا خیانت بکنه بره مسلمان بشه این بمیره، همه اینا رو میندازه تو خیابون، اموال مال این یکیه که مسلمانه. آخه این عدالت کجاش عدالته؟ با وجود مسلمان ارث به کافر نمیرسه. اصلا کافر یعنی چی؟ این لغات واقعا ضد بشری باید از این فرهنگ بره بیرون. این آقایون باید کمک کنن، این آقای اشکبری و بقیه باید کمک کنن، این آقای سروش. کافر یعنی چی؟ ملحد چه معنی میده؟ مرتد یعنی چه؟ محارب با خدا دیگه چگونه اتهامی؟ مفسد و فلعر چگونه اتهامی؟ این مرد بسیار محترم ملایمی که اونجا نشسته بود میگفت که اینا خنده آوره واقعا. میفرمودن که اینها آمدن کسانی گفتن رأی ما کو، گفتن محارب با خدا که این گونه نیست. یعنی محارب با خدا هست، همچین اتهامی صحت داره و مشروعیت داره. و محارب با خدا یعنی چی؟ شرفتی با خدا جنگ کرد. چه چیزهایی هست واقعا، آدم خجالت میکشه به خدا قسم، به خودمون خدای واقعی. محارب با خدا وقتی میگردن در پرونده آقا چیزی پیدا نمی کنن، اموالش بخورن یا جانش بگیرن، مفسد فلعرض، مفسد فلعرض، مفسدتر از خود آخونده کسی هست فلعرض؟
این ارزی که ما میشناسیم که مفسدترینش اینا هستن که از چه چیزی دفاع میکنید شما؟ چه لزومی داره شما از این چیز نادرست دفاع بکنید؟ یا خاموش بشید، خود خاموش نشستن خودش کلی خیانته. یعنی ستمکاری رو دیدن و امکان داشتن و خاموش نشستن این بزرگترین خیانت. جامعترین و کاملترین، بقیه آمده است که جامعترین و کاملترین. چه چیز جامعی ما میبینیم؟ کجاش جامعه پدر جان؟ برای قانون مالیات در آمریکا 16,000 صفحه قانون هست. 16,000 صفحه قانون فقط قانون مالیاتی. جامعترین؟ هر جریب نمیدونم خورما اینقدر چیزش زکاتش، هر فرنم گوسفند اینقدر زکات، اینا شدن جامعه، اینا شدن قوانی. یک چیزی بوده برای اون روزگار، اونم به زور شمشیر. آخه سخن مستدل که شمشیر لازم نداره، که سخن روحانی ربانی معنوی مستدل که از آسمان آمده، که ضمانت اجرا شمشیر نیست، که خود سخن. هر که قبول نمیکنه شکمش پاره میکنی، مرتد. اینجوری پیشرفت کرده خب این داستان؟ مگه نکرده؟ مگه دروغ میگم من اینجا نشستم؟ مگر بعد از رحلت رسول به جز مدینه که در واقع پایتخت اسلام شده بود و قریش که اینا زینف بودن، همه اعراب از یمن تا کنار همین دریای سرخ برگشتن به دین اجدادیشون، قتل عامشون کردن. خالد ابن ولید 11 سپاه ابوبکر فرستاد قتل عام کنن، قتل عام اهل رده. مگر دروغ این حرفا؟ بیاد بگید آقا چند تا پیغمبر دیگه هم پیدا شدن، همه رو فرستادن سر بریدن. در واقع خیانت به مردم، خیانت به عدالت. پدر جان آقا میسر نیست آقا، این قوانین امروز کاربرد ندارد. چشم در آوردن و شلاق زدن و دست و پا رو برعکس بریدن و اینا یک چیزای وحشیانه است. خب بهیمیه، اینها قوانین بهیمیه، مربوط به یک جامعه بهیمی. مگه نیست؟ مگه نیست؟ ما از جان خود میترسیم، از جان خود میترسیم. اصلا حرف نزن، برو یه گوشه دیگه کسی تو رو نشناسه. پدر جان آخه وظیفه‌ای داری تو، تو رفته نمیدونم فقه خوندیدم چی، تو باید بهتر بدونی حقایق امور رو. باستی بیایی در خدمت مردم، در خدمت مردم، مردم بیچاره مظلوم ایران. همواره مظلوم بودیم. اینا دزدا آمدن با شمشیرشون اینا ما رو مظلوم کردن، هنوز مظلوم اینا هستیم، هنوز تو سر ما میزنن. چند هزار سال ما باید تو سری بخوریم؟ این همه بزرگان مملکت ما از کوروش بگیرید تا نمیدونم تا نادرشاه پشت زین از پینه بستن با دست به شمشیری مملکت نگهداری کردن که دست شماها بیفته. با این حرفاتو یک کسیم یک کلمه حرف میزنه، وا اسلاما. حالا در روزگار مدینه و اینا یک کسی یک کلمه حرف میزنه چه کمیشه پاره میکرد. حالا هم حاضر نیستن به محض این که یک کسی چیزی بگه آه بوی عدالتی بیاد، بوی نقدی بیاد که آقا چرا این درست نیست، وا اسلاما. خب اگه این اسلام به یک کلمه حرف از بین میره، که خب بذاری بره دیگه. اگر که چیزی در چنته دارید تشریف بیارید صحبت کنید، بیاد به مردم بگید آقا نشون بدید که پایگاه محکمی دارید. چیزی در چنته نداری، دفاعی نمیتونی بکنید آخه. دفاع نداره،
دفاع نداره، خودتون میدونید که ظاهر نمیشید. مگر تفسیر کنید. تفسیر نداره که پدر جان، که معنی داره. تفسیر. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، با سپاس از بارتان در اتاق فرمان و شما بزرگواران، هموطنان گرامی، همزبانان عزیز در هر جای دنیا که هستید، شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. تا فردا شما خداحافظی می کنم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.